سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 29 ینوار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبری مهم روز در این برنامه. او که بود و چه میخواست، بازداشت یک نفر در روی پایه های هیکل اسماعیل سامانی. دیگر یگان درون در مرز پرواز نمیکند. بیانیه های یتیم و توشیف بعد ملاقات یک به یک. مرگ ورزشگر توجک در روسیه از کرونا ویروس. در یک هفته در توجکستان 188 حالت گرفتاری به کرونا ویروس ثبت شده است. دادگاه روسیه نیکوی قمردین و لودمیلا را بیکار کرد. از 3 ینوار تا 1 فوریه در توجکستان یخبندی و تومان پیش بینی می شود. ساکن خوجند را به مبلغ 285 هزار سومانی فریب دادند. و اکنون تفصیلات خبرها. عبدالله غربتی، ژورنالیست جوان توجک، در صحیفه‌اش در فیسبوک ویدیوی لحظه بازداشت مردی را در روی پایه‌های هیکل اسماعیل سامانی در میدان دوستی در مرکز شهر دوشنبه نشر کرده است. در سبک 2 دقیقه دوام میکند دیده میشود که کارمندان لباس ملیسا در تن امرو با چند نفر دیگری که لباس ملکی دارند، مرد بظاهر جوانی را که بر روی پایه‌های هیکل اسماعیل سامانی برآمده بود بازداشت کرده ایستادند. در نوار دیده میشود که آن مرد با بازداشتش تن نمیدید و دست و پوچه زده مقاومت نشان میدید و افراد بیشتر با شتاب از زینه های میدان سن هیکل بالا شده با بازداشت آن مرد هم رو میشوند. در پایان نوار یک مردی که چهره اش دیده نمیشود به پیش عبدالله غربتی و امراهای او آمده امر میدید که نوارگیری را قطع کنند. ما روزنامه‌نگاریم و کار خود را انجام داده ایستاده ایم، میگوید عبدالله غربتی به او. اما آن مرد باز جواب میگید که کار خود را اجرا میکنید، چه در کار امین کار نکنید، سیام که در کار نیست. ثبت ویدیوی بولازه تمام میشود که کارمندان مقامات جوان دستگیر شده را که موی سر بلند داشت کشاله کرده به طرف پایان به سمتی که بناهای وزارت کارهای داخلی و کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان جایگیر شدند میبرند. معلوم نیست که او را به کدام از این اداره ها بردند. این هم معلوم نیست که این مرد که بود و چرا بالای پایه های هیکل برآمده بود، به نشان اعتراض در یگان مسئله و یا مس بود. عبدالله غربتی نیز نوار خود را چنین نام مانده است. او که بود و چه میخواست؟ صبح 29 ینوار در یک گذرگاه در مرز اسفره و بادکند مذاکرات یک به یک رهبران کمیته های دولتی امنیت ملی تاجیکستان و قرغزستان سیمومین یتیموف و قمچیبیگ توشیف دایر شده است. در پی این ملاقات یک به یک که تا نیمه روز 29 ینوار دوام کرد، یگان سند امضا نشده است. این مذاکرات در پی مناقشه مصالحانه شب 27 ینوار بین مرزبانهای تاجیک و قرغز است که در جریان آن دو ساکن تاجیکستان کشته و بیش از 20 نفر دیگر از دو طرف زخمی شدند. در پی ملاقاتشان یتیم و توشیف به خبرنگاران علایحده اظهار دادند. ویدیوی سخنرانی های آنها را نشریه قرغزی ترمش و متن مختصر بیانیه هایشان را خبرگزاری سپوتنیک نشر کرد. اولین شده سردار کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان سیمومین یتیموف به سخنرانی برآمد. مختصر از سخنرانی یتیموف: کشته و زخمیان هستند. این نتیجه آن است که مشکلی سرحد دولتی حل نشده است. مسئله ها را در اساس سندهای حقوقی حل کردن لازم است و آنها باید در اساس رضایت طرفین و افاده اراده طرفین قبول کرده شوند. سرکشی از سندهای معیاری حقوقی و پروتکل های امضا شده باعث نزاع میگردد. من با تشریف خیلی مفصل صحبت کردم، همه مسئله ها را محاکمه کردیم، موافقت کردیم که در رفت گفت و شنید حجت های اساسی و نتیجه های کار کمیسیه ها را در نظر داشتن لازم است. جانب ها به موافقه رسیدند که طلبات پروتکل ها باید رعایت شود. از جمله سخن درباره پروتکل رقم 39 که مای سال 2021 امضا شد میرود. پس از 8 روز جانب ها با اجرای این پروتکل شروع کرده از روی بندهای امضا شده این سند کار خواهند کرد. پس از 8 روز کمیسیه های پاریتتی اوید به مسائل های تپوگرافی و حقوقی کار میکنند. این کار برای حل همه مسائل های دلیمیتاسیا و دیمارکاسیا سرحد پیوسته انجام داده میشود. در روزهای نزدیک مجلس مشورتی برپا میگردد که در آن کار کمیسیه محاکمه کرده میشود. همه مسائل ها باید در زمینه دو جانبه، در زمینه حقوقی و با منفیت دو کشور حل شوند. دست فشرده قول دادیم که تمام سازش های بین رئیسان کمیسیه های دلیمیتاسیا و دیمارکاسیا سرحدی را
اجرا کنیم. گفت یتیموف. توشیف گفت بخوری نزدیک 3 ساعت دوام کرد. تصمیم گرفته شد که کار کمیسیه بین حکومتی آید به دلیمیتاسه و علامتگذاری مرز از سر گرفته شود. کار این مجلس 2 ماه پیش بزدو شده بود. کمیسیه در اساس پروتکل ها، قانون ها و منفعت های هر دو دولت دائمی کار میکند. امروز یگان سند امضا نشد اما سخن و دستفشوری ما عملی میشود. بعد این بیانیه های توشیف که به صحبتش بایتی مف ادامه میداد گفت از این به بعد از امروز اعتباراً هیچ یک بی‌سرنشین یعنی درون در مرز دو کشور پرواز نمی‌کند. بس است این کارها هم از این طرف و هم از آن طرف. روز 28 ینور نیز مذاکرات ایتهای تاجیکستان و قرغیزستان دایر شد ولی در آن یتیموف حضور نداشت. ایت قرغیزستان را توشیف و ایت تاجیکستان را فرمانده نیروهای مرزبانی جنرال رجب‌علی رحمان‌علی رهبری می‌کرد. جانب تاجیکستان تا حال نتیجه های این مذاکرات را شرح نداده است ولی قمچیبیک توشیف گفت که در این گفتگو طرف ها به 5 توافق دست یافتند. وضعیت در مرز تاجیکستان و قرغیزستان شب 27 ینور یک بار بعد شد. تخمین ساعت 18:40 در چاروهای زرفشان و محله سامانیان جماعت چورکو بین مرزبانان تاجیک و قرغیز مناقشه مسلحانه سر زد که حدود 6 ساعت دوام کرد. در این مناقشه از جانب تاجیکستان 2 نفر ملکی کشته و 10 نفر دیگر از جمله 6 نظامی و 4 نفر ملکی زخمی گردیدند. جانب قرغیزستان گفت در مناقشه اخیر از جانب اهالی و حربیان قرغیز کسی کشته نشد ولی 11 حربی قرغیز تیر خوردند. در نتیجه مذاکرات شب گذشته طرف ها در مورد آتش بس، بیرون کشیدن نیروهای ایلوگی و کشادن روحو به توافق رسیدند. هر دو طرف میگویند در حال حاضر وضع در مرز تاجیکستان با قرغیزستان معتدل بوده تحت نظارت قرار دارد. ناصر رسولوف یکی از ورزشگران شناخته شهر پنجکین 27 ینور در سن 34 در روسیه از بیماری کووید 19 وفات کرد. در این باره دوستان ناصر رسولوف به پایگاه خبری بامداد اطلاع دادند. ناصر رسولوف در ورزش وزنبرداری در چندین مسابقه های جمهوری جایهای نمایان را صاحب گردیده بود. یکی از دوستانش گفت که او سالهای دانشجویی‌اش تا در مسابقه ها از طرف شهر دوشنبه برآمد میکرد. ناصر رسولوف سالهای 2005-2010 در دانشکده اقتصاد در پایتخت تحصیل کرده است. طور رفیقان و همسبقانش میگویند ناصر چون دیگر جوانان تاجیک برای پیدا کردن رزق و روزی به مهاجرت میرفت. او در این اواخر در مرکز سودای دوبروفکا در شهر مسکو کار میکرد. طور دوستانش نقل میکنند چند وقت پیش ناصر به بیماری کرونا ویروس گرفتار شد. این بیماری را به سختی پشت سر میکرد. 2-3 روز پیش به خود میآید و میگوید که کمی بهتر شدم، خدا خواهد اکنون به پا میخیزم. لیکن روز جمعه 27 ینور ناگهان دلش از کار ماند. قصه کردن دوستان ورزشگر جوان مرگ از ناصر رسولوف همچنین یک جوان چهره‌کشاد، ورزشگر موفق و دوست خوب یاد میکنند. هزارها تن از مهاجران تاجیک در روسیه با کرونا ویروس دچار شده. این بیماری سبب مرگ 10 نفر از زادگان تاجیکستان در آن ملک غربت شد. تماشابینان عزیز، یادآور میشویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه میدهیم. دادگاه نویه نیژنی تفده ولایت تیومن روسیه با طلب دادستانی نکای شهروند تاجیکستان قمرالدین کوگانوف با ساکن محلی لیودمیلا از 14 دکمبر سال 2018 قلبکی دانسته بیکار کرد. خبر داد تلگرام کانال خدمات مشترک مطبوعات نظام دادگاهی ولایت تیومن. بنا به اطلاع پلیس ولایت تیومن، دادستانی نویه نیژنی تفده ضمن تفتیش قانونیت عقد نکای قمرالدین کوگانوف و لیودمیلا به خلاصه آمدند که این نکاح قلبکی است و تنها به خاطر باروی آسان‌تر صاحب شهروندی روسیه شدن مرد تاجیک بسته شده است. کوگانوف در حقیقت بعد عقد نکوهش با لیودمیلا به مقامات مهاجرت پلیس ولایت تیومن جهت به او بیرون از کووتا دادن حق اقامت و سپس شهروندی روسیه مراجعت کرده بود و دادستانی به این دلیل نکوه او با ساکن محلی را مورد سنجش و تفتیش قرار داد. در جریان سنجش زن نقل کرد که با کوگانوف زندگی نمی کرد و خواجگی عمومی پیش نمی برد ولی بعدن در دادگاه از سخنان خود دست کشید. در دادگاه زن و شوهر گفتند که آنها در دهه پترونینکا در خانه برادر کوگانوف و بعدن یک مدت در خانه لودمیلا با هم زندگی داشتند ولی بعد مرگ پدر و مادرش لودمیلا به استعمال مشروبات داده شد و در این زمینه بین زن و شو مناقشه و سر زدند.
بعد یکی از چنین مناقشه ها در تابستان سال 2019 لیودمیلا به شهر کلیوچی نویه نیژنه تفده کوچیده است. گفته می شود در خبر دادگاه، در دادگاه قمرالدین و لیودمیلا تلاش کردند که دعوای دادستانی را رد کنند ولی موفق نشدند. لیودمیلا از جمله گفت برای عقد نکاح از کوگانوف پول نگرفته است، ولی این مرد توجیک به وی برای خریدن سر و لباس و دیگر اشیاء مکتبی برای کودکانش پول میداد. در جریان تفتیش معلوم شد که لیودمیلا تقریبا 3 سال باز با یک مرد دیگر از شهر کلیوچی زندگی دارد و هیچگاه با کوگانوف زندگی مشترک نداشت. صدها نفر شهروندان توجیک برای باروی آسانتر صاحب شهروندی روسیه شدند از راههای از لحاظ قانونی نامقبول چون نکاحهای قلبکی استفاده میبرند. در صورت آشکار شدن چنین حالتها شهروندانی که نکاح قلبکی کردند از حق اقامت و حتی از شهروندی روسیه محروم گردیده از این کشور اخراج کرده میشوند. وقتای آخر از روسیه درباره بیکار شدن ده ها چنین نکاح‌های قلبکی ساکنان محلی با مهاجران توجیک گزارش‌ها به دست می‌رسند. وزارت تندرستی توجیکستان شام 28 انور خبر داد که در یک شبانه روز آخر در کشور 18 حالت نو گرفتارشوی شهروندان به کرونا ویروس نو کووید 19 ثبت شده. در عین زمان 32 نفر از این بیماری شفا یافتند. در یک هفته آخر وزارت تندرستی 188 حالت با کرونا ویروس گرفتار شدن شهروندان را تصدیق کرد. این در حالی است که این وزارت از 13 سپتامبر سیاست گویا به نیستی رساندن کرونا ویروس در تاجیکستان را پیش گرفته، از 20 نوامبر به این طرف یگان حالت نو کرونا ویروس را در کشور اعتراف نمی کرد. به حساب وزارت تندرستی شماره رسمی گرفتار شدگان به این ویروس از آغاز پاندمی تا شام 28 انور در تاجیکستان بر اساس آمار رسمی وزارت تندرستی به 17283 نفر رسیده. از این شمار تا امروز 17078 نفر شفا یافته، 124 نفر متاسفانه فوت کردند و به این ترتیب تا شام 28 انور 81 نفر گرفتار کرونا ویروس در شرایط خانه یا بیمارستان تحت تبابت باقی میمانند. وزارت تندرستی از شام 21 انور بار اول آشکار شدن حالتهای نو گرفتاری شهروندان به این ویروس را تصدیق کرد. روز 20 انور در مجلس جنبستی حکومت از کار وزارت تندرستی با یک لحن شدید شکایت کردن پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان صورت گرفت. یکی از اشتراکداران جلسه سالانه حکومت و پایگاه خبری بامداد گفت امامعلی رحمان از معلومات واقعی درباره کرونا ویروس را پنهان کردن وزارت تندرستی سخت انتقاد کرد و خطاب به وزیر تندرستی جمال الدین عبدالله‌زاده گفت ما کی رو فریب داده ایستاده ایم؟ ما خودمون رو فریب داده ایستاده ایم. امام علی رحمان گفته است سبب پنهان کردن معلومات واقعی درباره کرونا ویروس حتی برای او قابل فهم نیست. امام علی رحمان در طول سال 2021 بخصوص در تابستان سال گذشته که تاجیکستان به موج نوبتی خیلی پرقربانی کرونا ویروس دچار شده بود، نیز چند دفعه از معلومات واقعی رو درباره این بیماری پنهان کردن وزارت تندرستی تنقید کرد. یک بار تو از آینه خودش یادآوری کرده است که من چه خیل به رقم های شما باور کنم. وقتی که شماره بیماران در بین خیش و تبارای خود من از این رقم های شما دیده خیلی بیشتر است. یادآور می شویم ماه ایول سال 2021 دو خویشاوند نزدیک پرزیدنت اوزبکبی سعدالایف و خواهرش قربانبی رمانوو از کرونا ویروس جان باختند و فرزندان قربانبی رمانوو بنا به اطلاع دریافته در پی درگذشت مادرشان حتی وزیر تندرستی جمال الدین عبدالله‌زاده، مدیر بیمارخانه حکومتی و چند طبیب را لاتوکوب کردند. ولی با وجود تصدیق حالت‌های نو پاندمی در کشور، بسیاری ها بر اینند که شماره واقعی گرفتار شدگان و قربانیان کرونا ویروس در تاجیکستان خیلی بیشتر از آمار رسمی است که وزارت تندرستی اعتراف میکند. بنا به پیشبینی هواشناسان از 3 انور تا 1 فوریه سال 2022 در برخی مناطق تاجیکستان و اغبه های کوهستان خطر یخبندی بالا گرفته فرامدن تومان پیش بینی کرده می شود. به این دلیل کمیته اولت های فوق العاده تاجیکستان به خاطر پیشگیری از حادثه های نوخوش از ساکنان خواسته است که از حد اکثر احتیاط کار بگیرند. از جمله از رانندگان خواسته شده است که خیلی با احتیاط و با دقت باشند و رانندگان کم تجربه در این روزها به سفر نبرویند. از رانندگان همچنین خواسته شده است که تا کجا به شرایط راه مطابق بودن رزینه چرخوی ماشین خود را تفتیش کنند و به هیچ وجه با رزینه های تابستانه براه نبرویند. از آنها همچنین خواسته می شود که در راه صورت حرکت و
فاصله بین وسته های نقلیات را رعایت کنند و نسبت به پیاده گردان با دقت باشند. از پیاده گردان خواسته می شود که با احتیاط و بدون شتاب حرکت کنند، بالای یخ پای نگذارند و هنگام گذشتن از راههای یخ بسته همه کف پای را به زمین گذاشته قدم گذارند. از ساکنان خواسته شده است که در این روزها کفش‌های زمستانه زیرش دندان را بپوشند و از پوشیدن کفش‌های رزینی تگش انوار و لغجونک خودداری کنند. به مردم سال خورده توصیه داده می شود که با خود عصای مخصوص نوگش تیز بگیرند. هنگام افتیدن در روی یخ توصیه داده می شود که وقتی اگر ایس کردید که می افتید در جای خود بشینید تو از ضرب افتش از جای بلند خود را حفظ کنید. اگر حادثه فوق‌العاده سر زد می توانید به تلفن نجات 112 و یا قسم نوبداری کمیته اولادهای فوق‌العاده 93-828-19 223-13-11 مراجعه نمایید. و حالا یک مروری کوتاه به اخبار کریمینالی و حادثه های نوخوش روز. از طرف کارمندان شعبه وزارت کارهای داخله در شهر خوجند نسبت مرد 46 ساله ساکن نویه واسه پرونده جنایتی با ماده 247 قسم 4 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان با گمان قلابی آغاز کرده شده است. نامبرده ماه فوریه سال 2021 برای فریب به باوری جوان 25 ساله ساکن شهر مذکور در آمده از او 416 هزار سومونی را با هر بونه گرفته، از این 131 هزار سومونی اش را برگردانیده باقی مانده 285 هزار سومونی را به احتیاجات خود صرف نموده است. نسبت به این حادثه تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی یکی در نویه فردوسی با عریضه زن 37 ساله ساکن پایتخت مراجعه نموده است که شب 10 ایون سال 2021 تخمینا ساعت 00:30 دقیقه شخصان نامعلوم با روی پنهانی به خانه استقامتیش در آمده از آنجا یک عدد تلفن موبایلی تمغه سامسونگ 8000 سومونی، جواهرات گوناگون طلایی و نقره‌گی را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرری رسانیده شده 20720 سومونی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذرانیدن چهارابیدی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، جوان 18 ساله ساکن شهر دوشنبه همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. همزمان به شعبه وزارت کارهای داخله در شهر ترسونزاده با عریضه زن 50 ساله ساکن شهر مذکور مراجعه نموده است که شب 26 به 27 ینوار سال 2022 تخمینا ساعت 02:00 دقیقه شخصان نامعلوم به واسطه تریزه به خانه استقامتیش در آمده از آنجا یک عدد تلفن موبایلی تمغه سامسونگ و 10000 سومونی را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرری رسانیده شده 12000 سومونی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذرانیدن چهارابینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، جوان 16 ساله ساکن امین شهر همچون گمانبر جنایت ذکر گردیده دستگیر کرده شد. اوید به این حالت تفتیشات ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نموید. www.bomdad.com خوش باشید.